آستان مقدس عباسی بر اهمیت یک پارچگی تلاش رسانه‌ها در پوشش مراسم اربعین تاکید کرد. مصطفی آل ضیاءالدین، تولیت آستان مقدس عباسی در دومین نشست رسانه‌ای آستان مقدس عباسی گفت: ما برنامه‌های منسجمی را در راستای آمادگی برای مراسم اربعین با نظارت مستقیم جناب سید احمد الصافی، متولی شرعی آستان مقدس عباسی تهیه کرده ایم. از جمله در بخش رسانه که در انتقال تصویر روشن این رویداد بزرگ در عراق به جهانیان از اهمیت زیادی برخوردار است. وی با اشاره به اینکه همه دستاندرکاران رسانه یک نوع خدمت مشخصی را ارائه می دهند، بر ضرورت برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در حوزه رسانه تاکید کرد. پس از وقوع خشونت‌های مرگبار در ایالت هاریانای هند که از دو هفته قبل شروع شده، سازمان‌های راست متشکل از هندوهای افراطی خواستار تحریم اقتصادی مشاغل و دور نگه داشتن مسلمانان از روستاها شدند. درگیری‌های فرقه‌ای دو هفته قبل در ناحیه نوح در هنگام راهپیمایی مذهبی توسط سازمان ویشوا هندو پریشاد بین مسلمانان و هندوها رخ داد و 6 نفر از جمله 2 نیروی امنیتی کشته شدند. گرجار از گروه راست افراطی هندو اعلام کرد که به مشاغل محلی اولتیماتوم می‌دهد تا هر کارمند مسلمانی را که برای آنها کار می‌کند اخراج کنند، در غیر این صورت با تحریم مواجه می‌شوند. گرجار گفت: هر مغازه‌داری که مسلمانی را در مغازه‌اش استخدام کند، ما پوسترهایی را برای تحریم آنها در بیرون از مغازه می‌چسبانیم و آنها را خائن به جامعه خود اعلام خواهیم کرد. تلفات انفجار در ویالت خوست واقع در جنوب شرق افغانستان که ماهیت آن تاکنون مشخص نشده است، به 5 کشته و 8 زخمی افزایش یافته است. شبکه خبری آج پاکستان به نقل از منابع خود گزارش داده است که این حمله پهبادی بوده و در آن حافظ گل بهادر از فرماندهان طالبان پاکستانی و افرادش هدف قرار گرفته بودند. این رویداد در حالی رخ داده است که پیش از این ارتش پاکستان به نسبت به انجام عملیات در خاک افغانستان برای هدف قرار دادن تحریک طالبان پاکستان هشدار داده بود. به گزارش نشریه دی سایت وزارت کشور فدرال آلمان، از افزایش 3 برابری تجمعات و گردهمایی‌های راستگرایان افراطی و نجات پرستان در این کشور در سال جاری میلادی و قدرت روزافزون آنها خبر داد. گفتنی است دلیل این امر افزایش شدید تعداد پناهجویان و پناهندگان و بالا گرفتن بحث‌های عمومی در مورد بحران جدید پناهندگان عنوان شده است و اکثر راهپیمایی‌ها در اعتراض به اسکان پناهندگان ایجاد شده است. حزب راستگرای افراطی آلمان با رویکردهای ضد اروپایی و مهاجر ستیزی اخیراً محبوبیت زیادی در بین شهروندان آلمانی پیدا کرده و بر اساس نظرسنجی‌ها به دومین حزب محبوب در بین احزاب این کشور بعد از اتحادیه احزاب متحد مسیحی تبدیل شده است. این حزب اخیراً با رویکردهای ضد اروپایی و با هدف انحلال اتحادیه اروپا و تبدیل آن به یک انجمن و تشکل جدید قدم به مبارزات برای انتخابات اروپایی سال آینده گذاشته است. سازمان ملل با اشاره به وخامت شرایط اقتصادی و تداوم نبرد میان ارتش و نیروهای واکنش سریع سودان اعلام کرد بیش از 20 میلیون و 300 هزار سودانی با گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند و این تعداد دست کم 42% از جمعیت 45 میلیون نفری سودان را تشکیل می‌دهد. نماینده سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل فاو در سودان تصریح کرد: سودان یکی از بزرگترین موارد ناامنی غذایی در جهان به شمار می‌رود و این وضعیت بسیار جدی است و خانواده‌ها با مشکلات و رنج غیر قابل تصوری روبرو هستند. این مقام سازمان ملل اظهار داشت از لحاظ ناامنی غذایی 14 میلیون سودانی در وضعیت بحران قرار دارند و 6 میلیون و 200 هزار نفر دیگر در وضعیت گرسنگی شدید هستند.
این در حالی است که در سایه تداوم میان ارتش و نیروهای واکنش سریع، کمک رسانی به نیازمندان سودانی بسیار دشوار است، به گونه ای که پس از مدت‌ها هفته گذشته اولین محموله غذایی از شرق چاد وارد دارفور شد. آستان مقدس حرم مطهر امام عسکریان اعلام کرد که هیئت‌های عزاداری حسینی به برگزاری مجالس عزاداری در خانه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در شهر مقدس سامر را ادامه می‌دهند. دبیرخانه این آستان مقدس در بیانیه تفصیلی که نسخه از آن به خبرگزاری اخبار شیعه رسیده، در سایت رسمی خود اعلام کرد که مراسم عزاداری به پاس گرامی داشته مصیبت بزرگ شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام و یارانشان در حرم مطهر امام عسکریان هر شب برگزار و در ماه صفر الاحزان نیز ادامه خواهد داشت. در پایان این بیانیه آمده ساکنان شهر مقدس سامرا و همچنین زائران حرم مطهر امام عسکریان از داخل و خارج عراق مشتاق حضور و مشارکت فعال برای شنیدن سخنرانی‌های مذهبی در حرم مطهر و حضور در احیای شعائر حسینی هستند. پاول بریستو عضو پارلمان بریتانیا به مناسبت دومین سال سقوط کابل به دست طالبان می‌گوید که هزارها و شیعیان افغانستان در دو سال اخیر با کشتار هدفمند، شکنجه و تبعیض مواجه بودند. وی که همزمان رئیس گروه پارلمانی همه احزاب بریتانیا برای هزارها است، در پیام ویدیوی خود که روز سه‌شنبه 24 مرداد منتشر کرده، سقوط افغانستان به دست طالبان را یک فاجعه برای مردم کشور خوانده است. گروه پارلمانی همه احزاب بریتانیا برای هزارها نیز در بیانیه که به مناسبت دومین سال سقوط کابل به دست طالبان در وبسایت خود منتشر کرده، گفته است که هزارها در دو سال اخیر به صورت هدفمند مورد حمله گروه‌های افراطی چون طالبان و داعش قرار گرفتند. در این بیانیه آمده است که هزارها در افغانستان به دلیل تعلقات قومی و مذهبی در طول تاریخ با تبعیض و آزار و اذیت مواجه بودند. این بیانیه افزوده که اما در سالهای اخیر وضعیت برای هزارها بدتر شده و پس از سقوط افغانستان گروه‌های افراطی چون طالبان و داعش حملات هدفمند خود را علیه هزارها افزایش دادند. گروه پارلمانی همه احزاب بریتانیا برای هزارها گفته است که هدف این حملات که از طریق بمب‌گذاری، تیراندازی و آدم‌ربایی صورت گرفتند، ایجاد ترس و تضعیف احساس امنیت و تعلق هزارها بوده است.